نویسنده های زیادی بودن که خیلی دیر به فکر نوشتن افتادن و مثلا در دهه ششم زندگیشون تازه اولین اثرشون رو خلق کردن، اما از میونشون تعداد نویسنده هایی که اثر موندگاری به جا گذاشتن یا به هر شکل با نوشته هاشون وارد زندگی میلیون ها انسان دیگه شدن زیاد نیست. امروز به خانومی که کمتر اسمشو شنیدید میپردازم، خانومی به نام فیلیس پدینگتون که در سال 1910 در ملبورن استرالیا متولد میشه. با وجود اینکه پدر و مادر فیلیس اون رو به مدرسه میفرستن که مذهبی بوده، غافل بودن اما از اینکه معلم تاریخ مدرسه که البته فیلیس علایقی هم به شدت از لحاظ احساسی به این مرد پیدا میکنه، مردی بوده با گرایشات کمونیستی. میوه این علاقمندی شدید فیلیس به این مرد و معلم تاریخ میشه تمایلات شدید فیلیس بعدها برای کمک به اقشار و دسته های مختلفی که ممکنه توی جامعه محروم مونده باشن یا به شکلی حق و حقوقشون پایمال شده باشه. کم کم با کسب مدرک فوق لیسانس سال 1937 از دانشگاه ملبورن، فیلیس میشه جزو انگشت شمار زنان استرالیایی که تا اون روز موفق شده بودن تا این حد تحصیل کنن. همون سالها ازدواج میکنه، اما به خاطر شغل خوبی که همسرش در دانشگاه لندن میگیره به انگلیس مهاجرت میکنند. همسرش روانشناس بوده، استاد دانشگاه بوده. این مهاجرت و بعد هم 8 سال بعد بازگشت دوباره به استرالیا میشه پایه اصلی یکی از مهمترین کتابهای فیلیس در آینده. فیلیس و همسرش که پس از بازگشت از لندن حالا در شهر ادلاید استرالیا زندگی میکردن، زندگی فعالی رو در زمینه آموزش و تئاتر و موسیقی و هنرهای مختلف پیش میگیرن. در چند دانشگاه و کالج درس میداده فیلیس، 15 سال با آموزش معلمان مدارس مشغول شده بوده، روشهای مختلف کار خلاقانه در کلاس رو با بچه ها به معلمین درس میداده، چندین نسل معلم رو در کار پرورش و آموزششون فعال بود. سال 1969 هم بود که کار نوشتن داستانی رو آغاز کرد که شاید هرگز فکرش رو هم نمی کرد. درست همون سالهایی که بچه های ایران از سوی روزشون رو با صدای آژیر بمباران می گذروندن، داستانش بتونه پیام‌آور کنجکاوی، خلاقیت، محبت و امید باشه براش. کتاب داستان لوسیمه رنگین کمان جنوبی یا همون لوسیمه آف دی ساوثرن رینبو با کارتون مهاجران در ایران شناخته شد. فیلیس پدینگتون تا سال 2001 به زندگی در ادلاید ادامه داد و در سن 91 سالگی همونجا درگذشت.